بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز من اومدم با یک آرایش ولنتاینی، ولی امسال چی شد که آرایش ولنتاینی ما برای سینگلا شد؟ به خاطر اینکه یک، حالا ویدیو رو که ببینین میفهمین که چرا اینجوری شد. دو، اینکه اصلا چرا که نه، به خاطر اینکه این همه سال ما هی واسه بالاخره خودمون دیگه، متأهلا و کسایی که واقعا ولنتاین با یکی میرن بیرون یا حالا بالاخره هر کاری که میکنن به خودشون مربوطه، هی ویدیو گذاشتیم، هی گفتیم اینجوری آرش کنین اونجوری آرش نکنین. ولی کی از دل سینگلای بدبخت خبر؟ بدبخت که نه، حالا حتما که هر کی سینگل بدبخت نیست، ولی کلا خیلی من دایرکت و اینام زیاد گرفتم. الان دارم بهش فکر میکنم که هی میگفتن که چون من از این ناخونام چیز گذاشتم، یه استوری گذاشتم، بعد همه گفتن که وای ما که سینگلیم چی، ما چیکار کنیم فلان اینا. بعد گفتم که اشکال نداره، این ویدیو رو من تقدیم میکنم و این آرایشو به سینگل های عزیز که اگر حال دارین بشینین این آرایشو بکنین برای خودتون و خوشگل تر بشین، عکس بگیرین، سرتون هم گرم میشه، خیلی هم بامزه است. چرا که نه، شماهایی هم که به هر حال به آرایش ولنتاینی واقعی احتیاج دارین، برین ویدیوهای پارسال پیرسال نگاه کنین. آقا بریم سراغ ویدیو و تو این ویدیو همین آرایشو قشنگ یاد میگیرین کامل و با جزئیات، به اضافه یک سری نکته های خیلی خوب و اینکه یه سری لوازم آرایش جدید که تازه لانچ شده رو نقد کردم که حالا شاید بعضی چیزاشو دوست داشتین بدونین کیفیتش چطوریه، به دردتون میخوره. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بزن بریم. خب اول با آرایش چشمم شروع میکنم، به خاطر اینکه یک، اینکه میخوام سایه بزنم قشنگ حسابی، نمیخوام بریزه. دو، اینکه بعضی موقع ها سایه های مثلا صورتی، زرشکی، قرمز، اینا رو که آدم استفاده میکنه، البته بستگی به جنسشون داره، ولی اینا رو بعضیاشوش من تا حالا استفاده نکردم، نمیدونم که آیا اون کارو میکنن یا نه، ولی ممکنه که وقتی که میریزن رنگ بدن. برای همین گفتم بذار پوستم چیز باشه که اگر ریخت و اینا بتونم قشنگ تمیز کنم، کرم پودرم دیگه خراب نشه. یه نکته هم راجع به موام بگم، این موامو من قشنگ نشستم مثلا 2 ساعتی وقت صرف کردم که از این مدل‌ها دیدی اینجوری پف داره، بد حالت داره، ولی حالت مثلا فر درشت، میدونی چجوری میگم، این مثلا حالت هالیوودی و اینا، میخواستم اونجوری کنم نشد. برای همین اگر فکر میکنی یه خورده مثلا شلخت طوریه، نیست، در واقع این خیلی روش کار شده، ولی خب در نیومد اون چیزی که بعد در بیاد. کلا موی من اونجوری حالت نمیگیره بخواد اونجوری پفی وایسه و اینا. خب امروز میخوام با اولین چیزی که شروع کنم و بهتون نشون بدم که یه پروداکت جدیده، این کرم پودر و کانسیلر، یعنی هم کرم پودر هم کانسیلر مارک جیکوبسه که تازه لانچ کرده و من چند بار از این استفاده کردم و یه جورایی میدونم نظرم راجبش چیه. حالا این دفعه برای بار آخر تا دیگه نظرم تکمیل شه استفاده میکنم که ببین. بعد جالبه که این دوتا رنگی که فرستادن، چون اینو هم میتونی به عنوان کانسیلر استفاده کنی هم کرم پودر، دقیقا درسته، یکیش به رنگ کرم پودر من میخوره، یکیش به رنگ کانسیلرم. حالا من این روشن‌تره رو به عنوان کانسیلر هم روی پلک میزنم. خب البته یه کوچولو زرده، مثلا من اگه خودم بخوام کانسیلر بگیرم، یه کانسیلری میگیرم که خود توش حالت هلویی بیشتر داشته باشه، به خاطر اینکه بهتر کاور میکنه سیاهی دور چشممو، ولی اینم کارو انجام میده. خب اینو میزنم که به عنوان بیس سایه و دور چشمم هم زدم، به خاطر اینکه این سایه که میخوام بزنم، حالا خیلی پایین نمیارم که اون جایی که مثلا سایه میخواد بریزه، ولی پوست خالی نباشه دیگه، چون سایه قشنگ دور چشم میره. حالا اون چیزی که تو ذهنم دارم، خب اولین رنگی که میخوام باهاش شروع کنم، شاید باورتون نشه ولی رنگ صورتی، همچی صورتی مثل این لاکم، اصلا لاکم رو دیدیم برای ولنتاین من هنر به خرج دادم. حالا این اگه فوکس کنه، البته برچسبه ها، فکر نکنین که مثلا کار خاصی کردم، ولی رنگش خدایی توی دوربین، حالا از تو مانیتور که من دارم نگاه میکنم، حق مطلب ادا نمیکنه، خیلی رنگش چیزه، همچی شب رنگ و خوشگله. برای همین اول از این صورتیه برمیدارم. پارسال اگه یادتون باشه واسه ولنتاین یک آرایش خیلی چیزی کردم، خیلی مثلا حالت خانومی بود، یه خط چشم حسابی مشکی زدم با رژ قرمز، موام هم همچنین این ورکی پایین من این بر بودیم بر بینا شینیون کرده بودم با یه دونه لباس یه وری قرمز و خلاصه خیلی چیزی بود. چون میدونی ولنتاین، حالا آدم هی میگه آرایش ولنتاین، ولی وقتی مثلا یه دوری تو اینستاگرام میزنی، تو یوتیوب میزنی، در کل مثلا نگاه میکنی به سالهای قبل، هر کی واقعا یه جوری، بعضیا مثلا بنفش آرایش میکنن، بنفش یاسی مثلا خیلی ملایم، بعضیا صورتی، بعضیا قرمز، میدونی مثلا یعنی مدلای مختلف دیگه، خیلی نمیتونی بگی که حالا چه آرایشی حتما مخصوص ولنتاینه. برای همین امسال گفتم که بذار یک تغییری بدیم، به جای اینکه تم قرمز و نمیدونم اینا رو که هر سال
یک اجرا میکنیم، امسال بریم سراغ صورتی. کیوت هم هست دیگه. اینو همینجوری که از این قسمت دارم میارم بیرون، همینجوری حالت گرد میارمش زیر چشم. الان خوبیه اینم که کرم پودر اینا ندارم، اینه که اصلا نگران این نیستم که حالا این زیادی بیاد پایین یا نمیدونم اینجا اصلا نگاهم نکنم، اینو همینجوری میتونم بزنم قشنگ. تو آدم پاک میکنه دیگه زیرشو. خب الان با یه دونه هوله یه کوچولو این براشم رو پاک میکنم که این دیگه صورتی شب رنگه از سر شکم پاک شه. خب بعد با یه دونه صورتی یه خود کم رنگ تر، میبینی اینو، با این قسمت بالای این سایه رو بلند میکنم که به خاطر اینکه این یه صورتی بود که خب خیلی این که اینجا زدم خیلی اختلاف رنگش با رنگ پوست زیاده دیگه، اینو سعی میکنم فقط این قسمت بیرونیشو آروم آروم با این صورتی کم رنگ تره بلند کنم که بهتر ادغام شه توی پوست. بعد یه چیزی هم بهتون بگم، به خاطر اینکه من امروز دارم خیلی از پلت های مختلف استفاده میکنم، چون هرچی گشتم مثلا یه دونه پلت نبود که بگم همه اون رنگایی که میخوام استفاده کنم مثلا همه شیدهای صورتی رو داره، برای همین مثلا دارم از این پلت هدا بیوتی استفاده میکنم، این یکی این پلت جدید تو فیسته که حالا این صورتی رو داره، بعد مثلا از این پلت های فنتی آوردم که اینا باز مثلا یکم صورتهای مختلف توش داره و اینا. در نتیجه خیلی رو برند سایه حالا من اصلا چیز نمی کنم، فقط رنگو بهتون نشون میدم، خودتون ببین حالا با اون چیزایی که دارین. حتما نباید با صورتی کار کنین، میتونین با هر رنگ دیگه که دارین، فقط تکنیک سایه رو نگاه کنین، با هر رنگ دیگه اینو مثلا کپیش کنین در بیارین. خب حالا باز این یکی پلته یه صورتی یه خورده کم رنگ تر از اون حتا داره، باز این یکی رو برمی‌دارم، باز یه خورده بیرون تر میرم، یعنی هرچی به سمت بیرون تر میره سایه که ما استفاده میکنیم صورتیش کم رنگ تر میشه تا دیگه کلن تموم شه بره. یعنی اینجا ها رو، چون که سایه های مثلا این رنگی خیلی راحته که خیلی آماتورگونه به نظر برسه که انگار مثلا یه بچه نشسته نقاشی کرده، برای همین خیلی مهمه که مثلا وقت بذاریم برای بلند کردنش، حتما خوب قشنگ بلند کنیم که معلوم بشه که نه خیر عزیزم از اون خبرها نیست. خب در این مرحله من میخوام از این هایلایتر برند About Face استفاده کنم که مال هالزیه که برند خودش رو لانچ کرده و این یه هایلایتر مایه است. حالا اینم باز آخر سر بیشتر راجع بهش صحبت میکنم و اینم بهتون بگم که من حالا اینو بهتون نشون بدم اینطوریه. خب که یه کوچولو، خیلی خیلی کوچولو، فقط از این روی هر دو تا پلکم میزنم، این یه بیسی میشه برای اون سایه براقی که میخوام روش بزنم، ولی حالا اینو به عنوان هایلایتر مثلا آخر سرم میخوام استفاده بکنم. اینو کلن برند About Face رو من یه ویدیو کامل براش میذارم، همه چیزایی که داره رو قشنگ میام نقد میکنم، منتها میخوام مثلا یکم خودم استفاده کنم از چیزاش که وقتی ویدیو رو میذارم دیگه کاملا بدونم مثلا هر پروداکت چطوریه. نمیخوام اونطوری حالت دفعه اول استفاده کردنی باشه که اگه میخوان، چون میدونم خیلی ها منتظرن که ببینم مثلا اگه خوبه بگیرن و اینا، یه چیز مثلا کامل و درست باشه. خب اینو من حالا تا اینجا زدم، بعد با یه دونه براشم همین اینجا بود، اینو یه خورده بیشتر پخشش میکنم. خب باز الان از توی پلت دیگه این شماره 8 فنتیه، من اینو با همین براشه به خاطر اینکه یه کوچولو از اون هایلایتر هنوز خیسه، یه دونه صورتی خیلی کم رنگ براق داره، اینو برمیدارم و اینو میزنم کامل دقیقا همون جایی که اینو زدم. این بیس خیس باعث میشه که این قشنگ سایه روش بچسبه و اون حالت شاینشو بیشتر نشون بده. حالا همین کار رو با زیر چشمم میکنم با نوک این براشه، یه نوکش اینطوری برمیدارم از این هایلایتره و اینو میزنم
خیلی نزدیک زیر خط موجه، ولی باید حواستون باشه خیلی اینو نیارین پایین که این سایه صورتی که زیرشه بپوشونه. یه جوری می‌خوایم باشه که انگار این سایه صورتی دور این قسمتی که الان دارم می‌زنمو گرفته، این اون وسط وسطشه فقط. خب اگر چشمتون پف داره زیرش این کارو نکنین، به خاطر اینکه پف زیر چشمتون رو بدتر نشون میده. ولی اگر با پف زیر چشمتون مشکلی ندارین این کارو بکنین، با مزه میشه. حالا مثلا یه بار دیگه، اینم آرایش هر روزی و سر کار رفتن و اینا نیست که حالا بگی یه بار، یعنی این از اون آرایشاییه که آرایشه رو به خاطر آرایشه داری میکنی، نه به خاطر اینکه حالا مثلا صرفا آدم یه خود قیافش بهتر شه. میدونی چی میگم؟ خب اینو همینجوری اینطوری زدم و روش دوباره از اون سایه میزنم که فیکس شه. خب حالا با همون براشه بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنم، فقط یه کوچولو این دور اینو بلند میکنم که اونطوری خطش از بین بره بین دو تا سایه. به اینجا که رسیدیم، حالا که دیگه این سایه رو زدیم و اینو، من احساس میکنم یه خورده این قسمته، چون میدونم بعد که دیگه مثلا تموم شه و صورتمو بکنم و اینا دیگه نمیتونم برگردم این کار بکنم، یه ذره اینجاش بیشتر صورتی احتیاج داره، یعنی مثلا اون چیزی که حالا تو ذهن منه. در نتیجه دوباره میرم سراغ همین که اول برداشته بودم، تو حسابی میتکونمش که خیلی بهش زیاد نباشه و اینو متمرکز میکنم این قسمت بیرونی. خب الان که دیگه تقریبا شبیه خل، تقریبا که چرس کنم دقیقا شبیه خل شدیم، میتونیم بریم دیگه برای کانسیلر و کرم پودر و اینا، بعد دوباره برگردیم به چشم. ولی قسمت مثلا بیشتر سایه انجام شده. خب حالا من الان فقط یه دونه پرایمر، اینم چون دم دستم بود، همین پرایمر خدا بیوتی، اینو نقدشو قبلا گذاشتم دیدین، یه کوچولو میزنم به خاطر اینکه خیلی وقته که مرطوب کنندمو زده بودم دیگه، خوده پوستم به چیز بهتری احتیاج داره، چی میگن دیگه. حالا من میتونم این دور این سایه رو با از این وایپا پاک کنم که مثلا خیلی تمیز بشه و اینا بعد که میخوام کانسیلر بزنم، ولی این کارو نمی کنم به خاطر اینکه نمیخوام خط بیفته دورش، میخوام سعی کنم یه حالت مثلا این خود بلندتر و مثلا اینطوری تر بگیره، حالا اگر بشه ببینید دیگه. خب حالا الان از این رنگ تیره تره این کرم پودر رنگ 260 استفاده میکنم، اینطوری هم هست، البته اپلیکیتور داره و اینطوری. البته نمیدونم که آیا این سایز واقعیشه که میفروشن یا مثلا سایزیه که به عنوان چیز پی آر فرستادن، اینو من باید ببینم، به خاطر اینکه اگه اینطوری باشه به عنوان مثلا یک کرم پودر خب این کمه، ولی برای کانسیلر خوبه، ولی چون کرم پودر و کانسیلر با هم قاطیه شاید نمیدونم. خلاصه به هر حال این توش کافئین داره، کافئین گردش خون رو توی پوست زیاد میکنه، برای همین خیلی میبینیم مثلا بعضی موقع ها کرم چشمایی که هست توشون کافئین داره که مثلا پف زیر چشمو بگیره و اینا، مثلا خستگی رو کم کنه، به خاطر اونه، به خاطر اینکه گردش خون رو زیاد میکنه و باعث میشه که پف بخوابه و یه خود پوست شادابتر و مثلا سرحالتر نشون بده. حالا این مقدار کافئینی که تو این داره رو من با اینکه مثلا چند بار استفاده کردم مثلا نفهمیدم که آیا کاری میکنه به پوست من یا نه، اگه راستشو بخواین، ولی به عنوان یک کرم پودر خیلی کرم پودر خوشگلیه روی پوست من، یعنی خوشم اومد ازش قشنگ، به خاطر اینکه مات نیست. خب قشنگ برق مثلا خیلی کم طبیعی داره توش وقتی که میزنی، ولی خیس نیست، یعنی مثلا همون براقی هم که داره خوش میشه و خوش میمونه روی پوست. ولی به هر حال حالا الان اگر خودتون نخواین که پوستتون فول کاور بشه و همه چی پوشونده بشه و این حرفا، یعنی مثلا مشکل خاصی توی پوست نباشه، خیلی اصلا اون کرم پودرایی که مثلا ماسک بود و خیلی مات بود و خیلی فول کاور بود و اینا اصلا دیگه مدرن نیست، یعنی بیشتر لانچ های جدید یا کلا بیشتر آرایش های جدید اینا که هست، همین تقریبا شاید مثل یکی دو سال هست دیگه، بیشتر براق و یه خود طبیعی تر و یه خود مثلا، یعنی خود تکسچر پوست از زیر کرم پود مشخصه، مثلا این
خوشگلای من که من دارم، حالا من اونا رو روشون بعد یه خورده کانسیلر میزنم، ولی در کل از نظر رنگ خوب تونستن منو مچ کنن که دقیق باشه. بعدم همین کانسیلر رو میزنم برای زیر چشم، منتها حواسم هست که اینو خیلی بالا نیارم، به خاطر اینکه نمیخوام مثل حالت عادی بشه کانسیلر زدنم که مثلا خیلی نزدیک به چشم بشه، میخوام این سایه این دور بمونه. بعد این کار خیلی سخته به خاطر اینکه یعنی واسه کسی که دیگه صورتش دیگه تو دستشه. چقدر این یارو سر صدا میکنه، والا دیوونم کرد، یکی از این مرد رو تق تق میزنه اونم که اون مرد داره. خب ساکت شد. کار سختیه به خاطر اینکه مثلا برای کسایی که صورتشون تو دستشونه دیگه، قلقش دستشون اومده که میدونن چجوری آرایش کنن، حالا به عنوان روزمره مهمونی، چون همیشه که آدم از این آرایش این مدل نمیکنه، سختیش اینه که هی من الان دلم میخواد اینو ببرم بالا قشنگ، ولی میدونم که نباید این کارو بکنم، چون که اون نتیجه‌ای که دنبالشم اون وقت نمیگیرم، ولی از یه طرفم نمیخوام مثل خلاشه. خب در این حد این الان خوبه. خب آقا اینم از کانسیلر، همینجوری که میبینید الان این پوست من، خب کانسیلر رو کردم پور یکیه دیگه، براق قشنگ، حالا اینجاش خود هنوز خیسه خوش نشده، ولی وقتی هم که خشک میشه بازم اون حالت برقش رو حفظ میکنه و من خیلی خوشم اومد از این. در کل پیشنهاد میکنم، فکرم میکنم واسه هر نوع پوستی خوب باشه، یعنی نه زیادی خشکه که بگی مثلا پوستای خشک نمیتونن استفاده کنن، نه چرب و چیلی و مثلا چیزی که بگی پوستای چرب نمیتونن استفاده کنن، ولی اگر پوستتون خیلی چربه و هر کاری هم میکنین باز روغن خود پوستتون میاد بیرون، به نظر من حتی اگر هم خواستین از همچی چیزی استفاده کنین خیلی وسط صورتتون نزنید رو بینی و مثلا رو منافذ و اینا، که این خودش براقه دوباره دو برابر هم نشه، ولی در غیر این صورت فکر میکنم بقیه مثلا انواع پوست میتونن از این استفاده کنن. حالا الان من قبل از اینکه پوستم رو فیکس کنم میخوام از یه پروداکت جدید استفاده کنم، اینو تا حالا استفاده نکردم، از برند الف که روژگونه یه حالت موستوری زده، حالا این رنگش به خاطر اینکه صورتیه گفتم از این استفاده کنم که دیگه همه چیمون ست شه، برای همین از این براش دیگه حالا استفاده میکنم، از این براش فنتی استفاده میکنم که اگه زیر چشمم جمع شد با این دوباره بتونم اینطور اینطوری کنم اینا بره قبل از فیکس کردن این صورتی نشه. خب یه کوچولو از این خدا بخیر کنه، امیدوارم خوب باشه این گن نزنه به همه چیزمون، ذره بزنم پشت دستم که این حالته به نظر میاد خیلی چیزه، خیلی با اینکه من اینو دارم سف سف میکشم این تو حالت خیلی شیر کم کاور و طبیعی داره. قشنگه اتفاقا، حالا فقط چون میخواستم بیشتر اینو مثلا کیفیتش رو ببینم که چجوری اینو به نظر خوب میاد، یعنی خیلی خوب نشست روی پوست، اصلا تیکه تیکه نیست و کرم پودر زیرم گند نزد، یعنی پاک نکرد و اذیت نکرد و اینا. الف اتفاقا بهتون بگم یه برندیه که مثلا توی داروخانه میتونی پیدا کنید دیگه، خیلی ارزونه همه چیش، ولی توش چیزای خیلی خوبی هم پیدا میشه واقعا، که اصلا آدم میمونه که مثلا اینو برای چی این قیمت دارن میدن. خب برای همین کلا حواستون بهش باشه که مثلا به عنوان یه برند ارزون ولی خوب میتونی روش حساب کنی، فکر نکنی چون ارزونه مثلا به درد نمیخوره. خب اینو من حالا این دورشو فقط یه خورده با همین اینجوری چیز میکنم که حالت بلند تر شه، بعد میرم سراغ این هایلایتر هالزی، هایلایتر باب فیس، که دیگه اینو به صورتم بزنم. با این که در حالت عادی اگر مثلا همینجوری بود من اصلا دیگه به این کرم پودر هایلایتر اضافه نمی کردم، به خاطر اینکه خودش یه حالت براق و مثلا چیز داره، ولی حالا این آرایش همه چیش
زیادی یه هایلایتر هم بهش اضافه کنیم، به جایی بر نمیخوره. این رنگی که الان دارم میزنم رنگ فایت اور فلایت که یه رنگیه که اندرتونش نقره‌ای و صورتیه. حالا الان من اینو بلند میکنم، شما میبینی حالت سرد داره، اندرتونش طلایی و هلویی و اینا نیست. حالا برای اینکه زیر چشمم رو فیکس کنم میخوام از این پودر فنتی استفاده کنم. این یه پودریه که هم میتونی باهاش مثلا بعدا تو طول روز اگه برق افتادی بزنی، همین که مثلا میشه زیر چشم رو فیکس کرد و اینا، ولی اینو دیگه اصلا سمت این مثلا روی این هایلایتر نمیارم. سعی میکنم همون بیشتر خود زیر چشمم فقط چیزش بکنم که دقیقا یعنی همون جایی که کانسیلر جمع میشه، دیگه اصلا اونورتر نمیبرمش و دیگه این قسمت روی تیزون رو میکنم روی چونه مثلا دیگه هر جایی که میخوایی مات شه دیگه. حالا من نمیدونم چقدر توی دوربین مشخصه یا نه، ولی این قسمت رو میبینی اینجا رو یه خورده این هایلایتر رو که زدم باعث شد این کرم پودر زیرش جمع شه. حالا من فکر میکنم دفعه اولی که دارم این هایلایتر رو روی کرم پودر میزنم، هر دفعه که میزدم مثلا یه خودش رو تنها میزدم یه چیزی، این بر خیلی بهتره ها، یه کوچولو شده ولی این بر خیلی بیشتر شده. برای همین حالا صبر کنین، نظر قطعی ما راجع به این توی خود ویدیویی که حالا دارم برای کل این برند میگیرم بدم، تا موقع خوری بیشتر ازش استفاده کنم ببینم جریانش چیه. خب الان من فقط یه کوچولو اونجاهاییو که ممکنه میخوام برانزر بزنم، برای اینکه برانزر پودر دیگه اگه جایی از صورت خیس باشه بخوای بزنی روش تیکه تیکه میشه، ممکنه هم زیرشو پاک کنه خودش صاف نخوابه. یه ذره پودر میزنم فقط. مخصوصا رو بینی به خاطر اینکه بینی رو میخوام کانتور کنم. ولی دیگه بقیه جاها رو میذارم همینجوری حالت براق بمونه. برای کانتور بینی هم من یه دونه ویدیوی کامل دارم، خیلی خوبه ویدیوش، اگه میخوای نگاه کنی لینکش رو میذارم اینجا، میتونی روش کلیک کنین توی تب دیگه باز میشه ویدیو، یعنی این هنوز میمونه اینکه اینجا هست دارین الان نگاه میکنین، میتونین برین اونو نگاه کنین و ببینین که قشنگ با دیتیل چجوری کانتور میشه. حالا یه کوچولو هم با همین براشه که پودر زدم برانزر میزنم که صورت اینجوری حالت مثلا صاف نباشه، خود گرما بگیره، خود زاویه بگیره. مثلا کلن وقتی شما دارین از یه براش به این بزرگی استفاده میکنین اون حالت کانتور نمیگیره هر کاری کنین، به خاطر اینکه اونقدر جاش دقیق نیست، خیلی میبینی به جاهای مثلا بزرگ بزرگی از صورت میزنه، ولی خب این از هیچی بهتریه، بالاخره یه کاری میکنه، رنگی به پوست میده. ولی فقط قبل از اینکه دیگه بریم سراغ آخر کار، این مثلا یکی دوتا کوچولو جوشی که از زیر کرم پودر داره میزنه بیرون رو با همین کانسیلر جدید لورا مرسیه کاور میکنم، رنگ 3N از سر کرکتورش، چون این دوتا سر داره دیگه، یه سرش کرکتوره یه سرش برایتنره، یعنی یه سرش حالت مثلا کانسیلره که اگه بخوای چیزی رو کاور کنی مثلا جوشی نمیدونم جای جوشی و این حرفا، اون سرش که برایتنره بیشتر برای زیر چشم یا اونجایی که میخوای روشن کنی، به خاطر اینکه قسمت کرکتورش که برای جوشه ماته اون یکی سرش که روشن کننده است یه کوچولو براقه، برای همین هیچ وقت اون قسمت رو روی مثلا جوش و اینا نزنین که بخوان مثلا براق میشه بدتر توجه رو جلب میکنه. حالا من اینو و چون خیلی هم کم میزنیم، حالا الان هم که من حتی به صورتم مثلا یه ذره پودر زدم اوکیه. بعد یه نکته بهتون بگم، برای مثلا اگه دارین از یه همچین چیزی استفاده میکنین یا حتی دارین از کانسیلر مایه یا هر چیز دیگه خود کرم پودر ولی با یه براش کوچولو دارین استفاده میکنین که یه جوشی یا یه جای کوچولو رو بپوشونین، نگاه کن اینو من اینطوری زدم از بالا به پایین بالا به پایین، بعد اگه دقت کردین یه کوچولام از پایین به بالا زدم، به خاطر اینکه معمولا اون قسمتایی که آدم میخواد بپوشونه قسمتای برجستن،
بعد شما مثلا فرض کن این یه جوشه، فرض کن این جوش بود، فرض کن این جوشه، خب بعد شما میخوای مثلا اینو کاور کنی، اگه فقط درداری قلمو حالا به سایز خودش از بالا به پایین هی بکشی، این فقط نیم دایره بالاشو کاور میکنه، اون زیرش کاور نمیشه. برای همین مهمه که از پایین به بالا هم بزن که این دورش کاملا آغشته شه به پروداکت. حالا همینو شما در نظر بگیرین در مقیاس خیلی کوچولوتر، حالا مثلا با این چه میگن بیلبیلکی که روی صورت منه، اگر اون چیزی که میخواین کاور کنین مثلا این یکی که اینجا سطحش صافه صافه، فقط این مثلا رنگیه که رو پوست اومده، اون دیگه نمیخواد اون کارو بکنین. خوب دختر، حالا شیطونه میگه از این چیزای جدید لورا مرسی هم بزن، از این گوشش، این پیار پکیجش همین امروز اومد، من بازش کردم، چند تا رنگ روژگونه جدید زده لورا مرسیه که خیلی رنگاش هیجان انگیزه. حالا این کارتش رو که توش بود بذار بهتون نشون بدم، یعنی رنگایی که خیلی خیلی من دوست دارم، همش رنگای خیلی مثلا خیلی جیغ و چیزی نیست، رنگای بیشتر طبیعیه ولی صورتی و اینا. خیلی خوبه یکی رو نشون بدم، همون که حالا فکر میکردم بزنم، رنگ هندونه اسمش واترملون، که دو تا از این رنگا، چهار تا رنگ جدید داده، دو تاش یک کوچولو براقه، دو تاش ماته. میبینی خیلی رنگای کم رنگی از این است که حالا الان احتمالاً من که استفاده نکردم ولی حد میزنم از این است که روی پوست که میزنی یه رنگ خیلی کیوتی میده به پوست. میبینی حتی چون زیرش آردی داشت صورتم رنگ، حالا خیلی به اون صورت نمیتونین یه هویی ببینین رنگشو، ولی مشخصه با این برای که مقایسه میکنین. میدونی دارم به چی فکر میکنم با این مدلی که الان من آرایش کردم؟ به خاطر اینکه اگه واقعا بخوای، من هر سال فکر کنم توی ویدیوهای ولنتاین اینو میگم، ولی اگه واقعا بخوای بری تو بحر قضیه، اگر ما یک بار یعنی یک روز در سال بخوایم به خاطر پارتنرمون، حالا مثلا دوست پسرمون، نمیدونم شوهرمون، یا حالا هر کسی که پارتنرمون دیگه، اون آقا آرایش کنیم، اونم روز ولنتاینه. حالا الان که من برداشتم همچین آرایشی کردم، خدایی به این نکته باید اشاره کنم که ما میدونیم خودمون که پسرها اصولا از آرایش های خیلی رنگی رنگی، خیلی براق، خیلی زیاد، خیلی هفت قلم، خیلی خلیجی، خیلی اینا کلا خوششون نمیاد اصولا. حالا من نمیدونم، من خدایی تا حالا پسری رو ندیدم که بگه من مثلا خیلی دوست دارم پارتنرم هفت قلم آرایش کنه، مثلا هفت رنگ بیاد، یا مثلا سایه صورتی بزنه از اینجا تا اینجاش. میدونی چی میگم؟ برای همین شاید هم واقعا الان که خود دارم میرم تو بحر این آرایش، این آرایش خیلی مناسب ولنتاین نباشه، بیشتر به ولنتاین سینگلا میخوره که بشینن با لوازم آرایش بازی کنن، سایه صورتی بزنن، کیوت بشن، برای خودشون یه مثلا برنامه مفرحی در نظر بگیرن و اصلا به ولنتاین ما متأهلا و در رابطه ها کاری نداشته باشن. ولی خب با مزه است دیگه، حالا شما هم که چیزین میتونین توی یه موقعیت دیگه این آرایشو بکنین. خب آقا چقدر حرف زدم، من الان فقط یه خط خیلی خیلی نازک میکشم روی خط موجم که چون میخوام موجه بذارم روی این چسب موجه زیرش خالی نباشه، فقط به همین منظور، وگرنه نه اینکه بخوام مثلا خط چشم کشیده باشم. برای ریملم اول موجه میذارم بعد ریمل میزنم که ریمل و موجه قشنگ با هم توی هم دیگه ادغام شه. برای موجه این موجه های جدید KVD ویگن بیوتی رو انتخاب کردم به خاطر اینکه خیلی چیزه، شو بتونشون بدم که ببینین، خیلی حالت طبیعی داره. اسم این مدل موجه ای هم که دارم میزنم فکر میکنم اسمش همین نچراله که این جلوش نوشته. اگه نگاه کنین این موجه رو کات که نکردم به خاطر اینکه حالا از نظر قد واسه چشمم درست بود، ولی این قسمت آخرشو به جای اینکه مثلا همیشه اینطوری بیارم بالا،
یه خورده که چشمو مثلا کشیده تر به سمت بالا چیز بکنه، چون از اولم که من این سایه رو زدم گفتم سایه گرد، یعنی مثلا سایه رو سعی نکردم، بعد خیلی هم پایین سایه میبینی، یعنی سعی نکردم چشمم خیلی کشیده و رو به بالا کنم در کل، به خاطر اینکه میخواستم کلا این آرایش مثلا آخر سر چیزی که در میاد چیزی مثلا کیوت با مزه و مثلا اینطوری بشه، برای همین اینو امتداد دادم به خود مثلا آخر چشم خودم چسبوندم که حتی یه خورده چشم خودم مثلا گردتر و بامزه تر بشه. یعنی شما فکر نکنین که مثلا همیشه آیه اومده که هر آرایشی که شما میخواین بکنین باید مثلا چشمتون کشیده و رو به بالا و مثلا اونطوری و چیزی بشه، میتونین تنوع بدین و چشمایی هم که گردن و اینطوری هم خیلی هم بامزه اتفاقا به نظر من. چه موجه خوبیه، ولی این هم بندش خیلی نازکه، همین که خودش خیلی طبیعی و خوشگله. خب الان سوال اصلی که پیش میاد اینه که روش چی بزنیم. من یه چیزی آوردم، خب حالا نمیدونم چون بزنیم ببینم چجوری میشه. این لیپ گلاس تو فیسته که این هم لیپ گلاس هم لب بزرگ میکنه، یه صورتی خیلی کم رنگی هم هست، تقریبا اثری که میده مثل همون لیپ گلاسشه که اصلا برای همین کاره که لب بزرگ میکنه، ولی یه خورده کمتر. بدم نیستا، یه کوچولو میتونست چیزتر باشه. من میتونم یه ذره از این روژه هدا بیوتی بهش اضافه کنم کم، ولی زدم با انگشت. بهتر شد. حالا الان من یه ذره این خط لبم میخواد، این خط لبی هم که دارم میزنم برندش هست سرمه و اسم رنگش بیبی دال 20. کلا مدادای سرمه رو من خیلی دوست دارم، حالا هم خط لباش و یه سری خط چشم داره که رنگیه و اینا. من همیشه این بهتون نشون بدم، این چیزشو اینجا مثلا دم دستم دارم که وقتی میخوام ویدیو بگیرم همیشه جایی تو ویدیو حالا خط لبی بخوام یا چیزی معمولا میرم اون تو ببینم یه چیزی برمیدارم. دختر با این حجم از لیپ گلاسی که من زدم، یعنی هر قسمت دیگه ای از این آرایش اگه به درد ولنتاین میخورد این لیپ گلاس هر که زدم قشنگ شست برد. اصلا نمیشه با این لیپ گلاس ولنتاین اجرا کرد. نمیخوام وارد جزئیات بشم. آقا مرسی که نگاه کردین، این بود از آرایش ولنتاین من برای سینگلا و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کلا بامزه است، خیلی خودم خوشم اومد از این آرایش، کیوته. و هیچی دیگه، من میرم و شما رو توی یک ویدیوی دیگه میبینم. خدافظ.